خب به نام خدا میخوام شروع به کار بکنیم با نرم افزار سیماتیک منیجر نرم افزار سیماتیک منیجر بچه ها نرم افزار شرکت زیمنز هستش برای برنامه نویسی سری پی سی های 300 سی و 400 زیمنز به صورت ساده اگه بخوام بگم نرم افزار سیماتیک منیجر برای این کارها استفاده میشه یک پیکربندی سخت افزاری یعنی اینکه تعیین کنیم قرار چه مدل PLC رو برنامه نویسی بکنیم براش چه مدل ماژول سیگنال چه مدل منبع تغذیه و سایر تجهیزات رو میخوایم استفاده کنیم برای در واقع به عنوان یک PLC عنوان یک ساختار یک PLC استفاده کنیم ازش ایجاد پروژه نوشتن برنامه به سه زبان لد یعنی نردبانی FVD فانشنگ بلوک دیاگرام یا STL Statement List و شبیه سازی برنامه هستش که شما میتونید برنامهتون رو بعد از اینکه نوشتید تست و شبیه سازی ازش بگیرید دانلود و برنامه و آپلود برنامه یعنی هم شما میتونید برنامهتون رو, رو روی سی بریزید و هم میتونید از روی سی منتقل کنید به کامپیوترتون اینا کارهای معمولی هست که شما میتونید با کمک نرم سیماتیک منیجر انجام بدید و کارهای دیگه خیلی کارهای دیگه میشه با این نرم انجام داد بحث شبکه رو داره و مدای مختلف شبکی کردن پیلسی ها رو داره که فعلا جز بحث ما نیستش وقتی که نرم افزار سماتیک منجر رو نصب میکنید و اجراش میکنید با همچین پنجره ای روبرو میشید در واقع پنجره ویزارد نرم افزار هستش جهت ایجاد یک پروژه جدید دو تا راه کار داریم میتونیم از این مسیر در واقع از مسیر این پنجره ای که برای ما نمایش داده شده پیش بریم و یک پروژه ایجاد بکنیم و میتونیم نه یک روش دیگه که حالا از پایه هست باید شروع بکنیم من ابتدا از همین روش میرم جلو و این تیک رو بر میدارم که سریهای های بعد دیگه از این روش استفاده نکنم خب اول کار خیلی ساده شما یه نکس میزنید تا بتونید مدل سی پی رو تعیین کنید مدل سی پی اینجا مدل های مختلف سی پیو رو داریم مثلا من سی س سینزده سی دو دی که یکی از معروف ترین و پر هاش هستش و توی کارگاه هم ما داریم براتون انتخاب بکنم گفتیم که سی پیو c حرف سی به اسم کامپکت هستش به معنای کامپکت یعنی شما سی تون چسبیده به ماجول سیگنال ورود خروجی تونه و قابل جدا شدن نیستش و تو دی یعنی یا دو دی پی به منظره این است که شما دو تا پورت دارید یه پورت ام پی آی دارید یا پورت دی پی دارید که گفتم خدمتتون پورت ام پی آی معمولا برای برنامه نویسی اصلا استفاده میشه و پورت دی پی برای شبکه کردن پی ال سی ها به صورت مستر و اسلیو در نوع شبکه پروفی باست دی پی مورد استفاده قرار میشه بقیه موارد چیز خاصی نیست من سی انتخاب کردم نکشته میزنم بلوک های برنامه نویسی که داریم که معروف هم بلوک او بی -E هست برنامه اصلیتون توی او بی -E نوشته میشه که فقط من او بی -E رو انتخاب میکنم زبان برنامه نویسی فران لد انتخاب میکنم شکل برنامه البته زبانمون که استپ 7 این استپ 7 هستش ولی شکل برنامه نویسیمون حالا STL, لد و FBD که من لد رو انتخاب کردم اینجا و نکس میزنیم یه اسم پروژه قراره تعیین بکنیم که همین اسم پروژه رو فعلا برای از تو میذارم یا میتونید بنویسید پرویک پرو در واقع پروگرام یا پروژیک اول و فینیش رو بزنید خب صفحه پنجرهتون باز میشه ببینید اینجا بلوک های برنامه نویسیتون هستش اینجا قسمت سخت افسارتون هست که چیا میتونه باشه که میتونید واردش بشید و تغییرش بدید فعلا کاری باش نداری ولی اصل کار ما توی برنامه نویسی چیه؟ بلوک های برنامه نویسی او یک که وقتی شما دو بار روش کلیک بکنید پنجره برنامه نویسیتون باز میشه این پنجره برنامه نویسیتون هست من همه رو بزرگ میکنم این پنجره برنامه نویسیتون هستش که شما میتونید برنامه ها رو داخلش بنویسید اگر با رله هوشمند لوگو کار کرده باشید و خب با نرم افزارش کار کرده باشید شبیه اون هستش اه... یه قسمت داریم که در واقع شما لیست فانکشناتون هست توابعی هست که میتونید باشون کار بکنید دسته بندی کرده براتون و این قسمت هم که محیط برنامه نویسیش هستش که محیط برنامه به این شکل هست که نتورک داره نتورک یک میتونید یه نتورک دیگه از اینجا اضافه کنید نتورک دو نتورک سه الاخر رو هر کدوم از این نتورک ها میتونید شما به رو به زبان لد بنویسید این باسپار به اصطلاح بهش میگیم باسپار ولتاژ بالا هسته شما برنامهتون رو بنویسید و نهایتا به یک خروجی چی میشه خط میشه محیط برنامه نویسی به این شکل میشه و خدمتتون عرض کنم که حالا در ادامه با هم برنامه نویسی و یواش کار خواهیم کرد